عزیز دانشجو، با کمال شرمندگی بعد از 36 سال که از انقلاب میگذره، ما نسل شما، نسل قبل از شما و نسل قبل از شما رو تسلیسی بار آوردیم. شما مسیحیان امت پیامبرید، موحد نیستید، فهمی از توحید به شما ندادیم. ما توحید شما رو قلب و قلب کردیم و به گشت ارشاد اومدیم تو خیابون بهتون میگیم که چرا بر حجابی، چرا اصلا تیشرت اینجوری پوشیدید. بنیانی رو توی علم اقتصاد برای شما رقم زدیم که از آدام اسمیت گرفته شده، اساسش مطلقاً بر رباست. بعد اومدیم میگیم چرا رودخونه‌های کشور اثر تحت شهر کشور محتاج رودخونه‌هاش خشک شده، چرا ازدواج صورت نمیگیره، چرا جوان‌ها رغبت به تشکیل خانواده ندارن، چرا زاد و ولد صورت نمیگیره. اینا بلاست، بلای آسمانی داره نازل میشه. بلای آسمانی که همیشه اینجوری نیست که زیر رو بشه همه چیز. حکم صریح قرآنه، تاکید میفرماد که اگر مردم فلان قریه فلان شهر ایمان می آوردن، تقوا می ورزیدن، هر آینه از زمین و آسمان برکات رو برشون نازل میکردن. فقط و فقط الغای این که مردم ما بدبختیم، مردم ما بیچاره ایم چون رابطه با آمریکا نداریم، مردم ما بیچاره شدیم چون تو تحریمیم، مدیران ما تنبلن، یاد گرفتن، این سوراخ دعا پیدا کردن، سوراخ دعاشون شده این که همه چیز رو بندازه گردن تحریم. ما بررسی کارشناسی انجام دادیم، به مسئولین کشور دادیم سال گذشته که اگر ما اصلا پرونده هسته‌ای که هیچ با آمریکا رابطه مطلق برقرار کنیم، یعنی قانون اساسیمون رو تغییر بدیم، شاه رو مثلا برگردونیم، کلاً بلطفقی رو بذاریم کنار، اسلام رو بذاریم کنار، حجاب رو از سر زنانمون برداریم، کلاً هر چی که اونا میگن، اصلا سفارت اسرائیل هم اینجا ایجاد نه، هر چی که اونا میگن، اصلا اقتصاد ما 5% نمیرسه بشه. یعنی 4 تریلیون دلار درآمد داره آمریکا، 18 تریلیون دلار بدهی خارجی داره. خب شما چطور فکر می‌کنید این اقتصاد می‌تونه فردا مشکل اقتصادی مردم ما رو حل کنه؟ آماری که منتشر شده، ما تو ردیف کشورهای سومیم، تو ستون کشورهای سوم از لیست بدهی هستیم. بدهکارترین کشور دنیا آمریکاست، ژاپن، استرالیا، هند، چین، کره جنوبی، کل ایتالیا، اروپا، کشور برزیل. ولی کی وسط بدبخته؟ ملت ایران، ما بیچاره. آقا اقتصاد جهانی فرو پاشیده، بدبختی یقه همه رو گرفته، دلیلش هم مدل اقتصاد غربیه. مدیر ما تنبلی میکنه، بهترین راه برای که بگه آقا من نمیتونم بذار گردن تحریم. استاد دانشگاه ما هم نمیخواد زحمت بکشه، نمیخواد عرق بریزه، بهترین راهش ترجمه است.